سلام دوستان عزیز با یه درس دیگه در خدمتون هستم درس چهارممون زمین های مفعولی رو داریم قسمت دوم اگر قسمت اول رو نگاه نکردید وارد کانال بشید و قسمت اول رو هم نگاه بکنید دوستان قبل از اینکه شروع بکنیم درس رو خدمتون میخواستم عرض کنم که برای اینکه از ویدیوهای بعدی مطلع بشید چون من مرتب ویدیو نمیذارم گاهی اوقات یه ماه دو ماه فاصله میفته بعضی وقتا پشت سر هم یه روز دو روز فاصله میفته واسه اینکه مطلع بشید بعد سابسکرایب کردن زنگوله رو بزنید که اه بدونید اه ویدیو بعدی چه زمانیه و یا زمانی که لایو میذارم خبردار بشید که تشریف بیارید و رو در رو یه جورایی از پشت سیستم آنلاین سوالاتتون رو بپرسید بسیار خوب لطفا یه دفتری تهیه بکنید که نوتاتون رو بردارید و یادداشتاتون رو بعدها هم نگاه بکنید به هر حال دوستان ممکنه همیشه اینترنت نداشته باشید به خاطر همین حتما یادداشت برداری بکنید که با تکرار بتونید انشالله زبان استانبولی، رو، ترکی استانبولی رو اونجور که باید یاد بگیرید. چون یادگیری زبان با تکرار هستش. خب صحبت رو زیاد نمی کنم. بریم سراغ درسمون. زمان مفعولی. در ویدیوی قبلی گفته بودم که مفعول چی هستش؟ یه بار دیگه میگم مفعول کسی و یا چیزی هستش که ما فعل رو بر روی اون انجام میدیم. مثلا من با زهرا صحبت کردم. صحبت کردن روی چه کسی انجام شده؟ زهرا. زهرا چیه؟ مفعول. میاد میگیم که من غذا رو خوردم. خوردن روی چه چیزی انجام گرفته شده؟ روی غذا. غذا چی میشه؟ مفعول. به این صورت. خب ما در زبان فارسی یه دونه را اضافه میکنیم بعضی وقتا البته اکثر مواقع را اضافه میکنیم و اون زمیر رو کنارش میذاریم و خلاصه استفاده میکنیم اینجا در حالت مفعولی زمیرمون یه مقدار تغییر میکنه یه پسوندی میگیره به اون فعلی که داریم که با اون پسفنده آشنا میشیم زمیر فاعلی بن رو داشتیم حالا میایم بگیم به من خب به معنای من بود بن به معنای من حالا میایم بگیم به من میگیم بانا زمیر بن وقتی که پسوند آ میاد کنارش دیگه نمیگن بنا میگن بانا اینه که تغییر میکنه بانا بانا یعنی به من مثال میزنم بانا باک بانا باک یعنی به من نگاه کن زمین فائلی سن رو داشتیم به معنای تو وقتی که پسوند آبش اضافه میشه میشه سانا سانا یعنی به تو مثال سانا باکتم سانا باکتم یعنی به تو نگاه کردم باکتم فعل گذشته اول شخص مفرد هستش از فعل باکماک Ona. Ona. یعنی به آن و یا به او. در اینجا باز پسفند آ قرار بود که کنار او قرار بگیره ولی چون دوتا حرف صدادار کنار هم نمیان او آ نمیشه حرف ساکن نه بینشون میاد که اینا راحتتر تلفظ بشن. اونا مثال میزنیم اونا باک اونا باک یعنی به آن و یا به او نگاه کن بیزه و یا بیزلره بیزه یعنی به ما بیزلره یعنی به ماها خب، اینجا پسفند ا برای همآوائی با صدای ای و ای که اینجا هستش اومده بیزه به ما، بیزلره به ماها مثال میزنم بیزه گل، بیزلره گل بیزه اصطلاحا به معنای به خانه ما پیش ما بیا میشه چی؟ به خانه ما بیا و یا به خانه ماها بیا سیزه به شما سیزلره به شماها سیزه سیزلره مثال میزنم سیزه سویلدیم سیزه سویلدیم و یا سیزلره سویلدیم یعنی به شما و یا به شماها گفتم سویلدیم از فعل فیل که هستش به معنای گفتن سویلدیم میشه گذشته اول شخص مفردش Onlar ro der ee, seferde i fa'eli. Pes a beşe zafe onlara mişe, be anha veya be işan. Mesal mizanam. Onlara dokunma. Onlara dokunma. یعنی به اونها دست نزن. دکون ما یعنی دست نزن. ما پسوند منفی کننده هستش. صفت ببخشید زمیر اشاره شو و بو رو داشتیم. دوتاشون هم به معنای این هستش. تو ویدیوهای قبلی هم گفتم شو برای آن هم به کار برده میشه یعنی برای اشاره به دور هم استفاده میشه ولی معمولا اون چیزی که من مشاهده کردم اینه که بیشتر به معنای این استفاده میشه شونا بونا یعنی به این شونا باک و یا بونا باک یعنی به این نگاه کن حالت جمعشون رو داریم شونلارا بونلارا یعنی به اینها شونلارا باک بونلارا به اینها نگاه کن بیشتر سعی کردم تمرکزمون روی همین زمین ها باشه فعل اه، 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 چیز نکردم براتون فعل های مختلف مثال نزدم در درس های آینده مهمترین فعل ها رو براتون مثال نوشتم که برید و نگاه بکنید اونا یعنی به آن باز پسوند او رو داشتیم اینجا بین حرف آ و او حرف نه اومده eee uh, yine bak kırmızı mı kardım. Hala buman. İşgal nadir. Ona dokunma. Yani be an dast nazan. Ona dokunma. Onlara onlar zamiri failiye اونلار به معنی آنها اونلارا میشه به آنها مثال میزنم اونلارا گیت اونلارا گیت گیت یعنی برو اونلارا یعنی پیش اونا برو یعنی خونه اونها برو و یا نزد آنها برو اونلارا گیت سمت آنها برو Hemen şunu ince cam Bana, sana, ona, bize, onlara. Bana, sana, ona, bize, size, onlara. O benim soru gazam bir eşare. Şuna, شلار بنا بلار اونا اونلار یه بار دیگه میخونم شونا، شنا بونا بنا بلار بون اونا اونلار. خب دوستان اگر این ویدیو به دردتون خورد ازتون یه تققازه کوچیک دارم لطفا لایک بکنین. و به کسایی که اینا رو نمیدونن و احتیاج دارن لطفا براشون بفرستید براشون شیر بکنید که اونا هم بتونن استفاده بکنن یاد تون فراموش نشه زنگولرم بزنین چون من از این به بعد سعی خواهم کرد که بیشتر لایو بذارم شما هم اطلاع داشته باشید از لایو هایی که احتمالا روز به روز بیشتر بشه خب دوستان موفق باشید در ویدیوی دیگه به امید دیدار